پروسه که در تصویر مشاهده میکنین پروسه استارت هواپیمای بوینگ 737 هر گونه اشتباه یا بی احتیاطی در استارت زدن موتورهای این هواپیماها میتونه به قیمت یک موتور نو برای شرکت تموم بشه پس به دقت به نحوه استارت این موتور دقت کنید open timing.

نحوه انجام پروسه رو متوجه شدین مسلما نحوه استارت موتور هر تایپ با تایپ دیگه متفاوته اما همگی از یک اصل و قاعده پیروی میکنند برای یادگیری نحوه استارت و عملکرد موتور در پروسه استارت حتما این ویدیو و ویدیوی بعدی رو تا آخر مشاهده بفرمایید. روز و وقت بخیر خدمت شما عزیزان بنده اجازه مردانی هستم و امروز با مبحث استارتاپ موتور جت در خدمت شما خواهم بود با ما همراه باشید مسلما برای روشن کردن هر شعله ای به فراهم کردن مثلث آتش نیاز داریم کمپرسور موتور باید بچرخه تا هوای مورد نیاز رو تامین کنه سوخت باید توسط فیول نازل ها در کامباشن چمبر تزریق بشه و اگنیشن هم توسط اگنایتر ها تولید میشه تا جرقه به عنوان آخرین زل مسلس آتش فراهم بشه و آتیش تولید شده در کامباشن چمبر منجر به روشن شدن کل موتور بشه به جز موارد گفته شده به جهت استارت موتور بعضی مواقع به عملیات های نیازمندیم تا استارت صحیح و ایمن موتور به درستی انجام بشه یک چرخوندن موتور توسط استارتر بدون اینکه بخوایم موتور رو روشن کنیم که بهش بلو اوت یا موتورینگ اوورسایکل سایکل گفته میشه دلیل انجام این عملیات هم تخلیه سوخت ریخته شده به درون موتور در یک استارت ناموفق است که با این عملیات سوخت درون موتور تخلیه و تبخیر میشه و انفجار یا افزایش ناگهانی دمای درون موتور جلوگیری میشه در بعضی از موارد نیاز به ایجاد ایگنیشن بدون فراهم کردن دیگر از لا مثلث آتش است دلیلش هم اینه که اصلا موتور پیش از این روشن بوده و دلیل ایجاد ایگنیشن جلوگیری از خاموش شدن موتور یا فلیم اوت است که در مورد این موارد جلوتر صحبت خواهیم کرد گفتیم که برای ایجاد هوای مورد نیاز برای استار در کامباسین چمبر از هوای کمپرس شده توسط کمپرسور استفاده میشه حالا چطور قبل از اینکه موتور روشن بشه میشه کمپرسور رو چرخوند و هوا رو کمپرس کرد بله توسط استارتر مثل استارتر ماشین که با چرخوندن نسبتا میلنگ باعث میشه موتور روشن بشه استارتر موتور جت هم با چرخوندن یک اسپول کامل یا حداقل کمپرسور در بعض از موتورها هوای مورد نیاز استارت رو تمین میکن دو نوع استارتر در نسبتا تموم موتورهای جت استفاده شده یک الکتریک استارتر موتور دو ایر استارتر موتور هر استارتر موتوری یک دیوتی سایکل یا مدت زمان عمل کرد داره که معمولا دو دقیقه هست و نباید بیش از این مدت زمان ازش کار کشید بعد از گذر از دو دقیقه معمولا پنج دقیقه به استارتر زمان میدن تا خنک بشه که به این مدت زمانم کولینگ داون تایم گفته میشه این اعداد مطمئنا نسبت به نوع موتور و استارتر استفاده شده متغیر هستند از موتور استارتر برقی یا الکتریک استارتر موتور برای استارت موتور جت استفاده میشه اما اکثرا از این نوع استارتر در موتور هلیکوپتر و جدهای شخصی و کوچک استفاده میشه و میشه گفت در موتور هواپیماهای بزرگ و مسافربری بسیار کم استفاده شده یکی از دلایلش هم داشتن وزن زیاد و کارایی کم نسبت به این وزن هست در این تصویر شما یک استارتر موتور الکتریکی رو میبینید که بر روی کامپرسور کیسینگ موتور دارت نصب شده همچنین الکتریک استارتر موتور میتونه بر روی گیرباکس هم نصب بشه که خب مسلما با چرخوندن گیرباکس کمپرسور هم خواهد چرخید اما قطعه نسبتا جدیدی که محبوبیت بسیار بیشتری هم نسبت به الکتریک استارتر موتور داره ترکیبی از استارتر و جنریتر هست که به علت کارای بیشتری که نسبت به وزنش داره از محبوبیت بسیار بیشتری در موتورهای کوچیک برخوردار اما این ایر استارتر موتور هست که دارای بیشترین محبوبیت در موتور هواپیماهای جت مسافربری از نکات مثبت این نوع استارتر میشه از وزن سبک ارزان قیمت بودن و استفاده راحت از این نوع استارتر گفت ویژگی دیگر این استارتر این است که از هوای لو پرشر ایر به عنوان منبع تغذیه استفاده میکنه ایر استارتر موتور به گیرباکس موتور جت متصل شده منبع هوای تغذیه ورودی به این نوع استارتر از طرق مختلف انجام میشه اولین روش استفاده از APU Auxiliary Power یونیت هست که به دلیل اینکه برای ایرلاین ها هیچ گونه هزینه ای بر نداره مورد علاقه ترین و محبوب ترین روش هم هست البته در ایران این مسئله کاملا متفاوته دومین گزینه گراند استارت یونیت هست که برعکس روش قبل به علت اینکه استفاده از اون برای ایرلاین ها هزینه بر هست به هیچ وجه مورد علاقه این ایرلاین ها و مسلما زمانی از این سرویس استفاده میشه که ای سالم و یا در دسترس نباشه سومین گزینه کراس بلید استارت هست که با وجود اینکه برای ایرلاین هیچ گونه هزینه نداره اما محبوبیت هم به اون صورت نداره دلیلش هم این است که همونطور که از اسمش مشخصه کراس بلید استارت بلید یا هوای فشرده مورد نیاز رو از موتور دیگر که روشن هست میگیره از ما به این روش این است که اولا موتور اول خودش باید توسط دو تا روش قبل استارت زده بشه سانیان تولید بلید مورد نیاز برای روشن کردن موتور دوم نیاز به پاور سیتینگ داره که افزایش پاور بر روی زمین و در محوطه های فرودگاهی مخصوصا پارکینگ بسیار خطرناکه و توسط قوانین فرودگاه ها ممنوع یا محدود شده هوا توسط یکی از سه روش گفته شده وارد یک دریچه استارت قابل کنترل الکتریکی میشه که پس از رد شدن از اینلت استارتر تورباین روتور رو خواهد چرخون و پس از اون هوا به خارج از استارتر و به جو فرستاده میشه با چرخش تورباین روتور ریداکشن گیرباکس متصل به شفت هم چرخیده و توسط مکانیزم کلاچ های پشه کامپرسور موتور رو خواهد چرخون علت استفاده از این سیستم کلاچ این هست که با روشن شدن موتور و افزایش سرعت اون حالا موتور استارتر رو نچرخونه و سیکل گفته شده برعکس اتفاق نیفته چرا که در صورت اتفاق افتادن این پدیده سرعت ایجاد شده باعث از هم پاشیدن و شکستن کل استارتر توسط نیروی گریز از مرکز خواهد شد در انتهای استارتر و همراه با سیستم کلاچ قطعه به نام فلای ویت کات سویچ وجود داره که با روشن شدن موتور و رسیدن به کمی بیش از سرعت استقلال موتور این قطعه استارتر رو دی انرژایز میکنه و استارتر از مدار خارج و خاموش خواهد خب ما از دو طریق نحوه استارت موتور رو بررسی خواهیم کرد یک از طریق اقدامات برای سویچ ها و کنترل های موتور و نتایج اون برای اندیکیتورها و دوم از طریق بررسی رفتار موتور به صورت نمودار خطی در قیاس EGT با N2 که های پرشه کامپرسور RPM بود. نمودار ساده ای که در تصویر ملاحظه می فرمایید نشون دهنده یک هواپیمای دو موتور است که از ایر استارتر برای هر دو موتور استفاده کرده زمانی که انجین استارت سلکت میشه هوای فشرده اما لو پرشر و های والیوم از طریق یکی از سه منبع ذکر شده مثل APU، گراند Start Unit و Cross Bleed موتور دیگر گرفته و وارد مدار میشه. ما در این نمودار فرض میگیریم که هوا از APU گرفته شده. هوای فشرده تولید شده توسط APU از طریق داکتا به استارتر موتور هدایت میشه. نان ریترن ولو هایی بر روی داکت خروجی از بلید کمپرسور قرار گرفتن که تضمین میکنن در پروسه استارت هوای فشرده از این طریق نشت نکنه. دو نشان دهنده در پروسه استارت از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند و میشه گفت تمام تمرکز خلبان بر باید بر روی این دو ایندیکیتور باشه یک ایجیت ایندیکیتور که اگزاست گس ایندیکیتور هست و دو ان تو که نشون دهنده ی سرعت چرخش های پرشر کامپرسور خواهد بود اما نشون دهنده یا ایندیکیتور های دیگری هم هستن که در هنگام استارت یا بهتر بگیم در پروسه استارت لازمه بهشون توجه کرد یک فیول فلو که جریان سوخت ورودی به موتور رو نشون میده دو نشون دهنده انوان که سرعت چرخش لو پرشر کامپرسور هست سه انجین اویل پرشر فشار روغن موتور چهار سیستم داکت پرشر و در آخر استارت والو اوپن لایت اگنیشن کی که بین دو سویچ استارتر موتورها قرار داره سه وضعیت داره لفت بوست و رایت معمولا پیشنهاد میشه در اولین پرواز هواپیما ایگنیشن کی بر روی رایت قرار بگیره اما باز هم بستگی به منوال و شرکت داره با قرار دادن این سویچ بر روی یکی از این وضعیت ها و قرار دادن استارت سویچ شماره دو بر روی حالت گراند پروسه استارت شروع خواهد شد قرار دادن سویچ بر روی حالت گراند باعث میشه ای پیو بلید ورف باز شده و هوای نسبتا فشرده از طریق داکت ها به سمت ایر حرکت کنه. همچنین ایر سارت والو موتور مورد نظر هم باز شده و هوا مستقیما به سمت سارتر موتور حرکت میکنه روشن شدن چراغ سارت ولو اوپن تضمین میکنه که این ولو باز شده و بلید در حال عبور هست. با ورود بلید به سارتر و شروع به چرخیدن های پرشر کامپرسور انتو 2 افزایش پیدا میکنه. با مشاهده شروع اولین افزایش عدد انتو 2 بهترین زمان برای شروع تایم گیری هست. تا دیوتی سایکل استارتر از حد مجاز عبور نکنه با افزایش انتو 2 اویل پمپ شروع به فعالیت کرده و فشار روغن رو تولید میکنه که بر روی نشون دهنده اویل پرشر ایندیکیتور قابل مشاهده است در حدود 24 درصد انتو خلبان باید استارت ریور رو از روی حالت آف بر روی حالت آیدل دیتنت قرار بده با این حرکت سوخت و جرقه به موتور اضافه میشه خلبان موظف دستش رو بر روی استارت لیور نگه داره چرا که به محض بروز هر گونه ای و ایراد و یا روشن نشدن موتور سریعا موتور رو باید خاموش کنه در موتورهای دو یا سه اسپول این مسئله بسیار مهمه که اسپول ها در جهت درست بچرخن مخصوصا زمانی که موتور رو زمانی استارت میزنیم که با تیل ویند مواجه هستیم در مدت زمان کمی بعد از باز کردن استارتر لیور موتور باید روشن یا لایت آب بشه که از طریق افزایش یک لحظه ای جی تی و ان قابل مشاهده است در حدود 46 درصد ان 2 استارت سویچ به صورت خودکار و یا دستی بر روی حالت آف قرار میگیره و استارت ولو اوپن لایت خاموش خواهد شد در این زمان هست که دیوتی سایکل استارتر به اتمام خواهد رسید انتو در این حالت باید عددی بین 58 تا 62 درصد باشه که بهش گراند آیدل میگی. زمانی که موتور بر روی این RPM یا گراند آیدل پایدار یا استبلایز شده خلبان میتونه دستش رو از روی استارت لیور که حتما قبلا نگه داشته بوده و استارت سویچ اگر نگه داشته باشه برداره و افتر استارت چکلیس رو انجام بده خب الان از نمودار خطی به عنوان دومین متد توضیح و تشریح استارت موتور استفاده میکنیم مثل قبل از APU به عنوان منبع هوا برای استارت استفاده کردیم هوای نسبتا فشرده خارج شده از APU یا همون APU بیلید با گذر از داکت ها وارد ایر استارتر شده و توباین روتور رو میچرخونه با چرخوندن توباین روتور ایر سارتر شفت متصل به های پرشه کمپرسور موتور رو میچرخونه و شروع به شتاب گیری میکنه این افزایش سرعت در قالب انتو مشخصه در این حالت فیول و ایگنیشن هنوز به موتور تغذیه نشده و زمان این دو اضافه خواهد شد که انتو به سرعت مناسب برسه که در این حالت 24 درصد انتو است پس از رسیدن به این نقطه خلبان با باز کردن سارتر لیور یا فیول شتاف لیور و قرار دادن اون بر روی حالت اوپن یا آیدل دیتنت سوخت و جرقه رو به موتور اضافه میکنه معمولا موتور باید تا نهایتا 20 ثانیه بعد از اضافه کردن سوخت و جرقه به هوا لایت آپ یا روشن بشه و نشانه روشن شدن موتور افزایش ناگهانی ایجیتی خواهد بود هر چه دیرتر موتور لایت آپ بشه سوخت ریخته شده در کامباشن چمبر بیشتر شده و بعد از مشتعل شدن ایجیتی افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد زمانی که احتراق صورت گرفته شعله پایدار شد به علت افزایش دمای توبین و کامباشن چمبر ایجیتی با نرخ ثابتی افزایش پیدا میکنه البته این شعله و احتراق باعث خواهد شد که موتور نسبتا مستقل بشه و فشار و بار از روی دوش ایر استارتر تا حد زیادی برداشته بشه اما ایر استارتر هنوز در مدار و خاموش نخواهد شد این افزایش ثابت آرپیم باعث میشه تا های پرشر فیول پمپ هم سریعتر کار کنه و سوخت بیشتری رو به اف یا واحد مدیریت سوخت بفرسته و این واحد هم سوخت مناسب آیدل رو به سمت نازل ها ارسال میکنه به دلیل اینکه هنوز کمپرسور با سرعت آیدل نمیچرخه پس سوخت اضافه که در کامباشن چند ریخته شده بسیار زیاد و به علت عدم وجود هوا برای خنک کردن کامباشن دومین افزایش شدید ایجیتی اتفاق میفته در همین موقع است که به سرعتی میرسه که با استقلال و بدون نیاز به ایر استارتر کاملا میتونه بر روی پای خودش بیسه و روشن بمونه که به این نقطه سلف سستیننگ اسپید گفته میشه با این وجود باز هم ایر استارتر از مدار خارج نمیشه و به موتور کمک میکنه تا آر بالاتری رو بره بدون اینکه ای جی تی به مکسیموم مقدار مجازش برسه این کمک به افزایش RPM علاوه بر این کمک میکنه تا موتور سریعتر به شرط آیدل برسه و ریسک اینکه از آیدل پایینتر بیاد رو از بین ببره اگنیشن و هوای ورودی به ایرستارتر در حدود 40 درصد انتو به صورت خودکار قطع خواهد شد در این نقطه است که ای جی تی به بالاترین نقطه خودش میرسه اما زمانی که هم هوای وردی به کامباسشن و هم سوخت به مقدار آیدل برسه و بالانس بشه کولینگ انجام میشه و مقدار ای جی تی کاهش پیدا میکنه و به مقدار مناسب آیدل خواهد رسید گراند آیدل RPM حدود 60 درصد انتو و 25 درصد انوان هست خب به پایان اولین قسمت استارت موتور جت رسیدیم خواهش میکنم یک بار دیگه قسمت اول ویدیوی امروز که فیلم استار زدن موتور بوینگ 737 توسط کاپتان فخر نژاد هست رو مشاهده بفرمایید تا تک تک مباحثی که امروز در موردشون صحبت کردیم رو مشاهده کنید در صورت بروز هر گونه سوال لطفا زیر همین پست سوالتون رو بپرسید من سعی خواهم کرد در اولین فرصت جوابشو بهتون بدم ضمنان درس استارت محترجت هنوز تمام نشده در قسمت بعد به باقی موارد و مسائل مربوط به این درس خواهیم پرداخت فراموش نکنید یک خلبان خوب همیشه در حال یادگیریه ایام بکام خدا نگهدار